مراکز آموزشی پروفسور سکینه یعقوبی، مادر آموزش و پرورش افغانستان، نقش مهمی در توانمندسازی و خودکفایی بانوان دارند. این مراکز با ارائه صنوف فن و حرفه همچون خیاطی، گلدوزی، قالین‌بافی و دیگر هنرها به هزاران زن کمک کرده‌اند تا به استقلالیت مالی دست یابند و کارآفرین شوند. ما به هر مرکز آموزشی حدوداً 3 تا 5 صف خیاطی روزانه برگزار میشه و این برنامه 6 ماهه را میخونم که هر سال ما 2 دوره شاگرد فارغ میدیم. 63 مرکز آموزشی در ولایات مختلف افغانستان با رهبری پروفسور سکینه یعقوبی، مادر آموزش و پرورش افغانستان فعالیت میکنند. این مراکز نه تنها صنوف فن و حرفه را به طور رایگان برگزار میکنند، بلکه مضامین قرآن کریم، سواد آموزی، زبان انگلیسی، کامپیوتر و دوره‌های ظرفیت سازی را نیز ارائه می‌دهند. روز اقتصاد جامعه ضعیفه. وقتی که اینا فارغ میشن، حرفه‌ای می‌گیرن، هنری می‌گیرن، میرن به یک جای برای خود یک کار شروع می‌کنن. از نگاه اقتصادی میتونن که خانواده‌ها خود سپورت کنن، خود اینا به خود کفایی برسن. به تازگی 100 تن از بانوان پس از گذراندن دوره 6 ماهه آموزش خیاطی در یکی از این مراکز موفق به اخذ سند فراغت شدند. امروز ما شاهد فراغت 100 تن از شاگردان خیاطی بودیم که مرکز آموزشی ما سالانه حدود 300 شاگرد خیاطی فارغ میده که این 300 نفر هر نفر نمایندگی از یک فامیل میکنه. این زنان با انگیزه و اعتماد به نفس بالا شروع به راه اندازی کسب و کار کردند. آنها میگویند که در این مرکز آموزشی نه تنها مهارت‌های فنی را آموختند، بلکه خلاقیت و نوآوری را نیز تجربه کردند. مدت 6 ماه بیامدم به حال بهترین لباس‌ها هر مدل که باشه تحت نظر استاد خانم محمدی یاد گرفتم. توانستم سرپای خود استاد باشم، همچنان نیال خود من سیف دارم و همچنان شاگرد دارم، کوشش میکنم که بتانم به اونا همچنان آموزش بدم. این موفقیت های چشمگیر نشان میدهد که چگونه آموزش و توانمندسازی زنان میتواند به تغییرات مثبت و پایدار در جامعه منجر شود. فعالیت های پروفسور سکینه یعقوبی و تیمش نمونه ای از تلاش های مؤثر برای ارتقای وضعیت زنان در افغانستان است که نه تنها به بهبود زندگی فردی آنها کمک میکند، بلکه تأثیرات مثبتی بر جامعه نیز دارد.